یو برعکس سکسی بنگ بنگ سوئد اقتصادی. آقا امروز داریم میریم سیاتل. پیروز کسکش کینگ رام پیروز به من زنگ زده که میای کنسرت هم سیاتل. خب جاکی زودتر بگو، من اصلا فکرم مثلا 10 روز دیگه است دیگه. خلاصه دو تا بچه رو یکی رو بکن خونه این، یکی رو بکن خونه اون. از رئیس خودم اجازه بگیرم که من وقت آف بده، رئیس النا بهش وقت آف بده، جفتش من اولی در صورت دیگه. داریم میریم سیاتل رو یه حالی بکنیم و کنسرت کینگ رام رو بیایم. گفتم اینو با هم دیگه شیر کنیم. آقا راستی میخواستم یه شیروری بگم یادم رفت. النا بالا من میگه این لباس سیاحت رو نپوش، اون یکی لباس سیاحت رو پوش. میگم چرا؟ من اینو دوست دارم. میگه برای اون کاری که تو میخوای بکنی این برازنده نیست. میگه من چیکار میخوام بکنم؟ میگه میخوای نشون بدی پول داری. گفته اگه ما به کسی نشون دادیم پول داری من گوه زیادی خوردم. من نه ماشین آنچنانی دارم، نه خونه آنچنانی دارم، نه زن آنچنانی دارم، واسه من پول دار نیست. اگه من همچین غلطی کردم ببخشید. خب برعکس آقا 35 دقیقه است دقیقا از خونه راه افتادیم، چند دقیقه دیگه میرسیم به مرز. دیگه من نمیدونم مرز چقدر شلوغه یا نه، ولی بعضی موقع مثلا میاد مرز شاید مثلا واقعا 500 تا ماشین هست. یعنی مثلا 3 ساعت وایسیدم مرز رو رد چی. بعد من تو ویدیو قبلی هم گفتم من یه کارت دارم که مثلا چیز میشم مثلا خلب، مثلا به فرودگاه که میرم از در خلبونا وارد میشیم دیگه. واسه همین حالا میخوام اونجا نشون بدم که این کارت چقدر باحال میدیو چه پیوپ سری میری. یه ببینیمم که مثلا از کشور کانادا داریم کشور آمریکا مرزش چه ریختیه. اگه کسی تو مرز، کسی تو مرز پرز رد شده میتونه مقایسه بکنه، کامنت واسه من بذاره بگه مرز ایران چطوریه، مرز اونجا چطوریه. من خیلی برام جالبه. Baby say something in فارسی. Come to the camera. چی میخوای من گفتم؟ من آی تو جو چی میخوام؟ دودوله طلا تو میخوام. دودوله طلا مال من. خب ببین آقا سمت راست میبینی کامیون ها، اینا خط کامیون هست. من قبلا که جنس میابردم از خط کامیون میرفتم. خب آقا ببین رسیدیم به مرز، فایده نداره که دیگه مرز انقدر خلوت. ببین گیو می مای کار. خب بذار ببینیم چه بدترین روزی که میتونم بهتون نشون بدم نشون میدم. الان چه می‌بینی دیگه؟ مثلا 4 تا ماشین سمت چپ هستن. اینا فرقم به بعضی مامون میگم میشه 300 تا. گیمی. خب ببین ما از این سمت راستیه میریم نه چپیه. بعد می اینجا مثلا ریلکس یه پاز می‌کنی. یه راه می‌افتی. اینجا به این دستگاهی که سمت چپ کارتت نشون میدی. یکیش فقط رجستر میشه، یکیش خرابه. I wonder which one is broken. It's mine. It's mine. Uh-huh. Hello. Hello. I think this one is the broken one. خب حالا امروز بچه ها بهتون که نشون دادم بذارید اقا اینجا چیز کنم، اینجا بیاریم بیرون صحنه هایم ببینید. اینجا مرزه و اینجا اونجایی که دودی فیه، اینجا یه پاز میدنیم و ساب ساین رو رایت کنیم. بعد دیگه برو بریم طرف سیاتل و سینیور کینگ رام. آقا امروز اینو بهتون بالاخره نشون دادم، خیلی دارم خواستی سنراتون شون که از اینجا میگه ایشی کاری بکنم، ولی بدترین خدایلی روزه شد. یعنی مثلا میگم من روز آمدم که 500 تا ماشین بوده و تو از این بر میای ماشین ما مثلا 3 تا هست، نه مثلا 7 تا. اگه 500 تا ماشین باشه این منم دیگه من هیچی ماشین نبود، اینجا مثلا 7 تا ماشین خواهد بود. بعد از اون ور یارو خیلی سوال پرسید، یعنی مثلا معمولا میگه کجا داری میگی، میگی سیاتل، میگه اوکی خوش بگذره. این یارو جوان بود مثلا کار میخواست مثلا کارشو درست انجام بده مطمئن باشه، یه خورده زیادی سوال پرسید. آقا اومدیم یه گل مشتی زدیم پشت اگه ناکنی اینجا اینه این یکیه اس ستار باد، مثل ستار باکس هر یه ستار باد باز میشه سکوله گل. این برای خیابون هم فقط خوراکیه دیگه، توی راه خودتیم واسه اینجا من گه سب بخوریم به قول معروف دهنمون مزدش عوض شد بریم. من که گوشتم نیست ایران کرده مکدانالد یو اس کرده بود. آه آمریکا میگم مکدانالد انقدر پول میده اگه کسی راست بدونه.
16 17 18 per hour ساعتی. The manager of خوبه. 25 آقا اومدیم اینجا چه ترین غذای ممکن رو سفارش دادیم. بستنی انانا بستنی سفارش داد با سیب زمینی. من ساندویچ صبحونه با سیب زمینی کاملا یعنی بی رپ. بعد مثلا این اوردر حدودا 7 دقیقه طول کشید. 30 ثانیه من 6 دقیقه اونی بدنم. I'm happy. من در این ساندویچ گرفتم که میشه این با سس تند یه دونه فرایز انانا اینو گرفت و فرایزش هم زب این هم یکی ساندویچ هست. هیچیش معلوم نی خدا که فقط همین دیگه یکی گوشت و خوک و سس نچ. آقا برای وقتی که میان مکدونالد اگه گفتین چرا سرش اینجوری این ریختیه خیلی فکر میکنم این نیه ولی نی نیست چون اینجوری سوراخ مکدونالد که بزرگترین مشکلش این بوده که وقتی این یارو بیلکر میکرد که اینا رو هم بزنه توی اون چیزی که هم میزنه میچسبیده تمیز کردنش خیلی سخت بوده. مثلا یه قاشق دیزاین میکنه که وقتی اون استفادهش میدی این قاشقه رو میکنه تو اون دستگاه این قاشق میچرخه مثلا تو هم میزنه و اینو میزنه از دستگاه ریلیس میشه یعنی میکشه عقب از دستگاه ریلیس میشه بین دیگه میده به تو این هر دفعه یه دونه قاشق همزن رو میده به تو. ولی وحشتناک کره است. نون مرغ خیارشور بیکن سس رنج همین قوی زده. نم 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 آقای ماشینه مثل این خوش رو رندگی میکنم من اینجا قرار دوباره بزنجا داری میبینی داره میزنه همه میترسم فرقی نمیشه سخت دستم زدی اون قرار اینجا قاطی با بکنه نه من خواهد داری میره بزن بینیم دوره بعدی که آها ببینیم این داره دوباره میزنه ببینیم اونجا دارو من دست رو برداریم داره میزنه برو آفرین. رسیدیم به اینجایی که همین هست بریم ببینیم چقدر خوشگله خب ببین اومدیم کجا آشپزخونه در اینجا کار رئیسه درن رو میدید تو این اتاق رو ببین تو خود اتاق رو ببین نگاه کچی باحال نه نه سالگه کامی دیگه ایو کیپ دانسینگ آقا اینو ببین اینو ببین زده که اگه میخوای بردار
با من این برنده رو خیلی دوست دارم، اسمش یکه، بعدش چیز خنده‌دار می نویسه. این چی نوشته؟ این چی نوشته؟ این چایی این وسط ها اشتباه شده. Banana split. Baby, do you want banana split? No, I don't like it. از اونست که اوریژینال فقط میخوره. این یکی از قشنگ‌ترین اتاقای پشت صحنه است که من دیدم. همه چی هم داره آقا. دوشیدنی داره. پایین گاف صندوق هست. یخچال هست. خوشگله با حال سقفش خفن دادیده نیزه کلن جذاب درستش کرده کینگ رام بیبی چهارشنبه شب یه مش دیوونه باشن که باشن بیان شو حال کنم دمتون گرم که اومدین خیلی حال دادین میدونم بچه این روزا روزای خیلی سختی هست برای هممون با همه اتفاقاتی که میفته توی ایران و ولی من چیزی بهش اعتقاد دارم اینه که بهترین انتقام برای به خصوص اتفاقاتی برای خودم و خانواده افتاده خوب زندگی کردنه و ما نمیتونیم همش افسرده باشیم و حالمون خراب باشه این روز میدونم باشه داده اخبارای بدی که میشنویم هر روز و من همیشه یاد حرفی از مجید رضا رهنورد که بچه که رو تظاهرات گرفتن و اعدامش کردن یادش میافتم و میگفت سر قبر من گریه نکنید دعا نخونید قرآن نخونید برای من بخندید شادی کنید و عشق کنید و ما به همه مجید رضاها به کیانها به مهساها به نیکاها به تمام بچه‌ای که تو زندانن به توماج و همه ما مدیون این آدم هاییم که با انرژی بیشتر و اعتماد بیشتر به زندگیمون ادامه بدیم و همین میخواستم با این چند لحظه صحبت کنم که یاد از همه بچه های ایران بکنم مرسی که اومدین امشب کینگ رامه دودود تلا
وسط کانسرت حالی من دیگه خیلی کره کردم. از صبح فهمم مکنان یه چیز کوچولی زدیم ببینیم کره خوری رستوران سوشی توی راه اینو دیدیم اینجا خوشگله این اینم برعکس ایرانی همیشه سرسده بلند همین اولین رستورانی که از اینجا میان سوشی ایزاکایا آقا اومدیم رستوران قشنگ یه اپتایزر کوچیک بزنیم ولی من مثلا که حدسم در رفت چون داشتم سفارش میدم گفتم اینو اینو بده بعد داشتم اینو میدم گفتش که گارسون گفت آقا فکر میکنم بسه این گارسون من نگه داشت نمیدونم چه گویی خوردم حالا اومدیم بیرون یه فوتبال ریز بزنیم و بریم تو بریم چون من خواستم واقعا یه اپتایزر چون قراره بعد از کانسل بریم شام بیرون نمیدونم چه گویی خوردم اصلا اینکه میتونم بخورم دیگه تمرین کنم غذا نخوری خیلی کر بود برگردیم کنسرت بوم 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 من لژندری جیسن آدم دست او برای هست یکی گرفته دو دام افتاده یکی یه عقب تو این هم ماشین جیسون که شنیده بودیم آقا ما یک ساعت الان فیلم گرفتیم کلی حرف خوب زدیم 7 ثانیه وایستاده نمیدونم چرا برای چون خنگ سهل بقید دیدی که 7 ثانیه ضبط کرده زدم ضبط دید چیکار کنم میگه دست 60 گنده کیره خرد انقدر چاقی خورده اتما به یه جایی آه این دوکی بقیلی هاش احتمالا خورده اینا پاز میکنه وقتی که بستمش خاک بس. مثلا یه اپیزود پادکست رو از دست دادیم. چند هزار دلار به اون زره دادی الان؟ زیاد. بعد کنسرت دیگه. بچا فقط سری فقط چیزی که گفتیم و سری دوره کنیم. آقا من تو کنسرت گفتم اومدم پشت میکروفون دعا زدم که آقا من یه رفیق صمیم اینجا سهیل است و کل آدم خفنی و فلان. و این جاکش رفته بیرون سوشی خریده با ایلنا خانم. نبود کنسرت. اینا رفیقمون. ما هواشو داریم. خیلی خدا وکیلی سریع اومدم یعنی انقدر سریع اومدم خودم راضی بودم فقط رفتم 20 آشید میگه باید بری بیرون همه ماشینام دارن وحشیانه گاز میدن خب برو کنار برو کنار برو بکشی یا نه نه میبرستم بعد اما از من کشته نمیدی این خیال راحت کاش که ماشین تو رو داشتی به جای اون فین داغون جیسن آره ریلکس بودنه چیز خیلی خوبه کیفیت رو در خود انقدر تاریکی کسی نمیشه که این رامینه به خود میگن ای آی اولی کاسیه میگی آقا دمتون گرم نگیم ببخش ما یه 20 ساعتون ضبط کنیم ولی بگاه آخر اون فیلم کوشه رو که ادیت میکنی آقا این بندو تنگش دیگه آره دیگه دیگه فاک به گار رفت دیگه همه چی یه ساعت فکس دیم خیلی حفظیم کنیم حرف خنده‌دار زدیم خیلی باحال بود از کاندوم بزرگ کوچیک گفتیم از نمیدونم زن و بچه و زندگی و خاک بر سرم واقعا حالا داره به هم میخوره از اینکه این ویدیو ضبط نکرده با این نور تخمی دفعه بعد روشن کن بابا الینا اونجا بالاخره معنی که صبح خیلی خلاصه من هم هی از الینا سوال میکردم که چجوری تحمل میکنه این یابو رو دروغ میگه دوشن تعریف من رو میکردم این میگفت سوی خوب نه گفتی مثل چیواوا یه چیواوا گنده است گفتن دونم شبیه چیواوا اونم اون دوباره مخالفت کرده خیلی ولی خوب بود کنسرت آقا بچه ها بلنشیم برین آقا پاشیم بیان دیگه من تو تورم اگه دارین نمیدونم 6 ماه یه بارم میده بیرون اینا چون انقدر اپیزود میذاره هی فله این ویدیو من نمیدونم این چجوری انقدر کس میگه سهیل پشما میریزه انقدر فک میزنه فرسته پاشیم بیان پاشیم بیان kingram.com برین یه جایی هستم دور براتون به اتماعی سیاد کردیم آقا این بهترین احساسه که آرتیست مشتی رو ببرین چیزی که گفت اونجا نذار شب برم پیش در دافی و بغل آره بیام این نهنگ رو بغل کنم میمالم آ من دولش رو جای دور میگم چون نیدی ولی خدا وکیلی گرفتم بوس کردم خودش میتونه اگه دروغ میگم بگو دروغ میگم این نگفت دیگه ولی خدا این بهترین احساسه مرسی که احساس رو من میدی واقعا آی لوف یو دیگه دولتو بوس کردم ببینم چه جوری به دولتو دهنم نشون بدم که دوستت دارم
کدوم بریم مفتنه میگه برو راست برو چپ نه هم مفتنه هم اونه خواستی با بزنیم خیلی خب بچه ها I love you ببخشید که ریدم توی 20 دقیقه کامل مشتی براتون آره شبتون بخیر چاکس چاکس بیبی سی چاکس چاکس بیتر بیه